توی گوشم حرفاتون داره زمزمه میشه که فعالیت مغز گوسفند رو نمیفهمم درکش نمی کنم تستاشو نمیتونم بزنم اصلا میخوام بذارمش کنار نه عزیز من این حرفا رو باید بذاری کنار چون من امروز میخوام این فعالیت به شدت مهم رو به صورت کامل براتون تصویر سازی کنم تا انتهای این کلیپ همراه من باشی. با فودی تو فولی تو خب دوستان بیایم با هم دیگه در ابتدای کار از سطح پشتی مغز گوسفند وارد بشیم بریم پایین تا ساقه مغز تا یه قسمت از ساقه مغز که مغز میانی باشه تا اونجا رو با هم دیگه بررسی بکنیم ببینیم چه ساختارهایی وجود داره اول با چیزی که من برای تصویر سازی میکنم یاد میگیری بعد میتونیم شکل کتاب رو هم با هم دیگه بررسی بکنیم پس اول تصویر سازی یه چیزی تو ذهن من ثبت میشه حالا میرم سراغ شکل کتاب درسی راحت تر. درکش میکنم برو بریم خب شما میدونید بین دو نیم کره مخ دو تا رابط وجود داره اولین رابط یعنی بالایی ترین رابط میشود رابط پینه ای این الان جسم پینه ای یا رابط پینه ایه ما اگر رابط پینه ای رو برداریم در زیرش اون یکی رابط رو میبینیم اون یکی رابط اسمش رابط سگوشه پس در زیر رابط پینه ای رابط سگوش ببین تصویر اینو بر می داریم در زیرش رابط سه گوش وجود داره حالا بچه ها در دو طرف رابط سه گوش بطن یک و دو وجود داره بهشون بطن های جانبی هم میگن پس در دو طرف رابط بطن یک و بطن دو توی بطن ها چی وجود داره؟ مویرگ پیوسته که داریم بعد همون مویرگ های پیوسته مایهی که به بیرون تراوش میکنن میشود مایه مغزی نخایی پس اینجا مویرگ پیوسته رو که داریم مایع مغزی نخایی هم داریم فقط باید حواست باشه تو بطن یک و دو یه سریت یه دسته از نورون های اختصاصی وجود دارن به نام اجسام مخطط پس اجسام مخطط کتاب نگفته چی انا ولی بدون که درکش کنی یه دسته ای از نورون هم بشون،, بشون میگن اجسام مخطط از اجسام مخطط پس توی بطن یک و دو مویرگی پیوسته که مایع مغزی نخایی را تراوش میکند و اجسام مخطت وجود داره خب بچه ها حالا بیاین این یکی رابطه رو برداریم رابط سه گوش رو که برمیداریم در زیرش تالاموس ها رو میبینیم تالاموس ها میشه زیر رابط سه گوش که بچه ها با یه رابط سستی به هم وصلن خود کتاب میگه میگه رابطه بین تالاموس ها یه رابط سستیه دست بزنی راحت جدا میشود پس در زیر رابط سه گوش میشود تالاموس ها حالا در عقب تالاموس میشه اون یکی بعد یعنی بطن سه مغزی حل یه بار دیگه یه بار دیگه اول به من بگو بیا اینجا دوباره 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 رابط پینه ای رو برمیداریم زیرش رابط سه گوش دو طرفش بطن یک و بطن دو که توشون گفتیم دیگه چی وجود داره حالا رابط سه گوش برش میداریم زیرش میشه تالاموس ها که با یه رابط ضعیفی به هم متصلن در عقب تالاموس بطن سه وجود داره اوکیه داریم کم کم میایم پایین حالا لبه پایینی بطن سه. لبه پایینی بطن سه میشود اپیفیز که توی کنکور 400 هم سوال اومده بود سوالش با هم دیگه تستش رو میزنیم حل اپیفیزیه که حالا در واقع میتونه هورمون ملاتونین هم ترشح بکنه در تنظیم ریتمای شبانه روزی نقش دارد پس لبه پایینی بطن سه میشود اپیفیز کتاب گفته عقب اپیفیز میشه برجستگی های چارگانه اه برجستگی چارگانه جزی از مغز میانی هن. ما هدفمون چی بود؟ از رابط پینه ای بیایم پایین بیایم 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 تا برسیم به ساقه مغز خب برجستگی میانی جز... برجستگی چارگانه جزی از مغز میانیه که خب مغز میانی هم میشود قسمتی از ساقه مغز از بالا اومدیم تا رسیدیم به ساقه مغز یه بار به من بگو بیا اینجاسته یه بار با هم دیگه مرورش کنیم این رابط پینه ای می نویسم که چرا رفتم جلو اولین بگیم بعد اون شکل این رابط پینه ای اوکی در زیرش رابط سه گوش دو طرف رابط سه گوش بطن یک و دو گفتیم توشون چی وجود داره مویرگ پیوسته مایه مغزی خواهی و عیسان مخطط حالا این بار تصویر سازیم با قبلی فرق میکنه چون میخوام بنویسم دیگه موشن اجرا نمیکنم اینجا این همه چی هست میخوام بنویسم که تو هم تو ذهنت ثبت بشود حالا رابط سگوشو رو برمیداریم در زیرش تالاموس ها که با یک رابط سوسی به هم متصله حالا در عقب تالاموس میشود بتنسه لبه پایینی بتنسه میشود آها باریک شالا اپیفیز در عقب اپیفیز میشود برجستگی چهارگانه که جزئی از مغز میانیه خلاص خلاص اگر اینو درک بکنم اینو درک بکنم به راحتی میتونم به خیلی از سستا پاسخ بدم بازم اشکال نداره یه بار دیگه خودم میگمش با اینکه میتونی بزنی عقب و ببینی رابط پینه ای زیرش سه گوش دو طرفش بطن یک توشون مایه مغزی مویرگ موی پیوسته و اجسام مخطط برمیداریم رابط سه گوشو در زیرش تالاموس ها با یه رابط ضعیفی به هم متصلن عقب تالاموس بطنسه لبه پایینی بطنسه اپیفیز عقب اپیفیز برجستگی چارگانه که جزی از مغز میانیه حالا بیا اینجا بیا اینجا داستان اینجا قشنگ میشه که اگر اون تصویر سازی که من گفتم و یاد نگیری اینو به هیچ وجه نمیفهمیم ولی الان کامل میتونیم متوجه بشیم بالایی ترین رابط چیه؟ بالایی ترین رابط باریکلا رابط پینه ای زیرشی وجود داره رابط سگوش این حفره چیه در دو طرف رابطه سگوش بطنای جانبی یک و دو اوکیه بعد گفتیم زیر رابطه سگوشی چی وجود داره تالاموس ها حله در عقب تالاموس چی وجود داره در عقب تالاموس چی وجود داره بطن سه اوکیه لبه پایینی بطن سه چی وجود داره اپیفیس عقب اپیفیس چی وجود داره برجستگی چارگانه برجستگی چارگانه جزی چیه مغز میانی ممکنه بگی آقا پس بطن چار کجا رفت چار تا بطن داشتیم میگم هممون میدونیم بطن چار بین ساقه مغز و مخچه است یعنی جلوی مخچه عقب ساقه مغز پس این هم بطن چار که بین ساقه مغز و مخچه است عقب ساقه مغز در جلوی مخچه قرار گرفته بطن یک و دو دو طرف رابطه سه گوش سه عقب تالاموس چهار بین ساقه مغز و مخچه قرار گرفته خب اینطوری میشه که من درکش میکنم و میتونم سوالش رو بزنم بعد از تصویر سازی که انجام دادیم حالا بیاین با هم دیگه این دو تا شکل مهم کتاب درسی رو هم با هم دیگه ببینیم اولا که این شکل رو کامل براتون بررسی کردم تازه من یه سری چیزای اضافه هم بهتون گفتم رابط پینه ای زیرش رابط سگوش الان اینجا رابط سگوش دیگه علامت نزده این همیشه هم بتنای جانبی یک و دو بعد زیر رابط سگوش تالاموس عقب تالاموس بتن لبه پایینی بطن سه اپیفیز عقب اپیفیز برجستگی چارگانه اوکیه که جزی از مغز میانیه مغز میانی پل مغزی و سلون نخا بطن چارم هم که بین مخچه و ساقه مغز خلاص بیا این وقت الان چی دارم میبینم؟ ایسام مخطط پس اگر ایسام مخطط میبینم اینجا میشه بطن جانبی یک و دو رابط سگوش دارم میبینم چون رابط سگوش رو بر نداشتم نباید تالاموس رو تو این شکل ببینم و نمیبینم زمانی میتونم تالاموس رو ببینم که بردارم اون رابطه سه رو مثل تصویری که من برای جایی که برای تصویر سازی کردم و چون رابطه سه گوش وجود داره پس اولا تو نمیتونی تالاموس و بطن سوم رو ببینی درک کنین چون باید اینو برداریم هستش هنوز ولی چون گفته بودیم در لبه پایینی بطن سه اپیفیزه است اینا این اپیفیزه در وسط هم وجود داره باشه انگار بین دونیم کار است بعد گفتیم عقب اپیفیز برجستگی چارگانه که بچه ها دوتا برجستگی بالاتر بزرگترن هم تو این شکل معلومه هم توی این شکل توی فصل چهار کتاب یازده دوتا برجستگی بالاتر بزرگترن ما با توجه به این میتونیم تقریبا همه تستا رو بزنیم یه مقایسه به شکمی و پشتی میمونه دیگه که بحث شکمی و پشتیشان واقعا چیزی نداره میگن کار را که کرد آنکه تمام کرد پس من اینم میگم که کار تموم شده باشه در سطح شکمی و پشتی با مشترک ها کاری نداشته باش یعنی کاری نداشته باش نه یعنی کاری نداشته باش پیاز یا لوبای بویایی داریم میبینیم اوکیه نیم ها رو داریم میبینیم خب نیم ها رو اینجا هم داریم میبینیم اونجا سطح پشت اینجا سطح شکمی اوکیه یا مثلا نخا رو داری میبینی کاری باش ندارم نیم مخچه رو داری میبینی خب اینجا هم تقریبا نیم مخچه مشخصه در سطح پشتی بیشتر مشخصه باید اونایی که اختصاصیه رو بدونی مثلا در نمای کمی ما کیاسمای بینایی میبینیم این بر نمیبینیم اجزای ساقه مغز میبینیم این بر نمیبینیم اجزای ساقه مغز یعنی چی؟ پل مغزی مغز میانی و بسال نخواه حله؟ که دارم میبینمشون ولی این بر نیست پس اختصاصی های این ور میشه کیاسمای بینایی و اجزای ساقه مغز اختصاصی های اون بر طبیعیه که میشود شیار بین دونیم کره ما که نمیتونیم شیار بین دونیم کره رو در سطح شکمی ببینیم باید در سطح پشتی ببینیم شیار بین دو نیم کره رو میتونم ببینم و کرمینه مخچه رابطی که دو نیم کره مخچه رو به هم وصل میکنه در سطح پشتی دیده میشه اختصاصی های این بر سطح پشتی اختصاصی های این بر سطح شکمی ما بقیش شیه مشترکه دیگه با خیال راحت میتونی بری و تستا رو پاسخ بدی خب دوستان تست سراسری 400 رو با هم ببینیم در, در مورد مغز بوده ببینیم چی خواسته گفته مناسب رو پیدا کن در دستگاه عصبی مرکزی گوسفند یکی از هایی که مجاور ساقه مغزه و پرمون ترش میکنه و چه مجاور ساقه مغز شما الان مجاور برجستگی چارگانه شما چی خوندید؟ آه کلا اپیفیز رو خوندید دیگه پس های راجع به اپیفیز صحبت میکنه اپیفیز حله که گفته حالا هرمون هم ترشو میکنه آیا در کنار لبای بویایی بود؟ آیا ف... بچه ها ها مخطط رو کجا داشتیم بطن یک و دو بطن یک و دو اپیفیز که, برج... مخطط نداره گفته اپیفیز مجاورت بطن جانبی مغزه رابط سه گوش دو طرفش بطن جانبی حله گفته بودیم در زیر رابط سه گوش تالاموس عقب تالاموس بطن سه لبه پایینی بطن سه اپیفیز کجا مجاورت سه های یک و دو های جانبی اگه میگفت مجاورت بتن باز میتونستم قبول بکنم غلطه ولی ما میدونیم اپیفیز مجاورت دو تا از برجستگی های بزرگتر مغز میانی منظورش ب... آره دیگه چهار تا برجستگی داشتیم برجستگی های بزرگتر نزدیکتر بودن به اپیفیزی که در وسط قرار داشت و توی شک برات بررسیش کردم پس این گزینه کاملا درسته این گزینه کاملا درسته حالا توی تست در واقع خارج از کشورش که دیگه خیلی از این ساده تر بود گفته بود کدوم گزینه نادرسته بعد اومده بود باز دوباره ای اپیفیزو گفته بود بعد گفته بود اجسام مخطط خب همین گزینه غلط میشد دیگه توی اون تست حالا یه تست تعلیفی هم با هم دیگه ببینیم در حین تشریح مغز گوسفند رابط سگوش اون رابط پایینیه در مقایسه با رابط پینه ای پینه ای فاصله کمتری از پرده های مننج دارد بچا پرده مننج اطراف مخه پس رابط پینه ای که بالاتره بهش نزدیکتره این گفته رابطه سگوش فاصله کمتری دارد فاصله بیشتری دارد نسبت به رابطه پینه ای دو تا برجستگی فوقانی بالایی بزرگتر بودن دیگه این گفته چیه کوچکترن در حالی که باید میگفت بزرگتر بطن های یک و یا همان جانبی با ایجاد برش های بیشتری نسبت به بطن سه قابل مقایسه. شما اول از بالا آمدید اول بطن یک و دو رو دیدید یا سه اول یک و دو در دو طرف رابطه سه گوش بود پس با باید بگه یک و دو رو با ایجاد برش های کمتری میتونم ببینم و اما چهار که پاسخه گفته نیمکره های مخ گفته نیمکره های مخ در مقایسه با نیمکره های مخ چه اطلاعات را به کمک رابط های بیشتری مبادله میکنن خب برای مخ ما رابط پینه ای داشتیم زیرش رابط سه گوش ولی برای مغچه فقط کرمینه رو داشتیم و پس نیمکرهای مخ در مقایسه با نیمکرهای مخچه رابط های بیشتری رو دارن بله چهار ساده بود ولی یک دو و سه باید با توجه به چیزی که بهتون تدریس کردیم پاسخ میدادید امیدوارم لذتشو برده باشید چون دیگه از این ساده تر واقعا نمیشد عنوان کرد بحث تشریح مغز گوسفند یکی از فعالیت های به شدت مهم کتاب درسیتون مرسی که حمایت میکنید لایک میکنید شیر میکنید کامنت میذارید برامون انرژی مثبت میدید پاسخ به تست جایزه دار در انتهای کلیپ فراموش نشه پاسخش رو برام کامنت کنید مخلصم